وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. هموطنان عزیز، همون گونه که آگاه و مستظر هستید، 38 سال از حکومت جمهوری اسلامی در ایران میگذره. گذشته از 8 سال جنگی که در از خود دولت جمهوری اسلامی باعث شد و بیدادگری ها و ظلم و این همه کشتار در زمان جنگ و سوء استفاده از جنگی که دولت جمهوری اسلامی کرد برای اینکه بتونه مخالفین خودش رو حتی نیز در اون شرایط به دام بندازه و از بین ببره و بکشه و چه قتل عامی در طول اون سالها کرد. گذشته از اینکه جوانان ما رو، حتی تینیجرهای ما، نوجوانان ما رو راهی جبهه کردن و کشته شدن، هرچند به عنوان اینکه بتونن کشورمون ایران رو داشته باشن، اما بهانه ای شد برای دولت جمهوری اسلامی که بتونه حکومت ظلم و ستم خودش رو پایدارتر کنه. و بعد از جنگ ما دیدیم که چگونه مخالفین خودش رو قتل عام کرد، حتی کسایی که همرزم بودن اما به علت مخالفت هایی که با رهبریت داشتن، با دولت نظام جمهوری داشتن، نیز اونها رو به زندان انداختن و کشتن. و بعد از اون دیگر باورمندان رو، مانند بهایی ها، مانند مسیحی ها و مانند سنی ها رو نیز تحت ظلم و ستم قرار دادن و تحمل هیچ موقعیتی و هیچ فکر رو نظام دولت جمهوری اسلامی نداشت. و در کنار این نیز جوانان ما رو مانع شدن نسبت به استعدادشون، هنرهاشون در مسیر موزیک، در مسیر اون هنر که لازمه زندگی سالمشون بود. و میبینیم که در طول این سالها چقدر جوانان ما از ایران آمدن بیرون و پناهنده کشورهای دیگه شدن و افراد سیاسی نیز تحت ظلم و ستم قرار گرفتن. در کنار این میبینیم چقدر اعتیاد زیاد شد در کشور ما، چقدر فساد زیاد شده و چقدر ظلم هستش که حتما از اخبار روزانه‌ای که از ایران میاد همه ما مطلع هستیم که دیگه خیلی هستن اول کارتون خواب بودن، بعد شدن در گور رفتن خوابیدن، شبها اونجا میخوابیدن و این خبرها رو داریم. چرا این آنچرا که همه ما میدونیم، باز دارم اعلام میکنم، علتش این هستش که نگاه مردم به ما مسیحی ها این هستش که ما دعا کنیم، چرا که پیام انجیل مسیح پیام صلح هستش و کلام خداوند نیز اعلام میکنه که حتی برای دشمنان خود دعای خیر بکنیم. و حقیقتا هم در طول 2000 سال دنیا تجربه کرده کلیسای مسیح معجزه میکنه. این کلیسای مسیح هستش که قدرت دعا رو به جهانیان نشون داده که حتی مرده نیز زنده شده، سرطانی ها شفا گرفتن. اما دعای ما برای کشور ما ایران چگونه باید باشه؟ ما چه دعایی میکنیم؟ تصور اشتباهی که متاسفانه بعضی از مسیحیان نسبت به دعا هست این هست که فکر میکنن ما باید برای خود دولت جمهوری اسلامی دعا کنیم، مثلا دعای حکمت بکنیم. چه دعایی ما باید بکنیم برای دولت جمهوری اسلامی که این همه فساد رو ایجاد کرده، این همه مردم رو تحت فشار و عذاب قرار میده؟ همین هفته گذشته بود که متوجه شدیم دختری در کرمانشاه به نام مهدیس میرقوامی، اگر اشتباه نکنم، ایشون خودکشی کرد و علتش این بود که به علت بدحجابی سپاه پاسداران، اطلاعات سپاه پاسداران اون رو میگیره و متاسفانه خبرهایی که اومده اونقدر اون رو تحت فشار قرار میدن و حتی بهش تجاوز کردن چندین پاسدار که بعد که ایشون میاد بیرون یکی دو روز بعدش خودکشی میکنه. و نمونه های بسیاری از ظلم و ستم داریم که اینها در اصل مثل یک سمبولی معرفی میشن برای رسوندن خبر، اما ما میدونیم که چه افرادی هستن که تحت ظلم و ستم نظام دولت جمهوری اسلامی قرار گرفتن و چه اعدام های مخفی بوده که هیچ کس هیچ مدرکی نداره. ما مدارک اون مثل ندا آقا سلطان هستش که ازش فیلم برداری شده ما داریم، ولی خیلی ها مثل ندا آقا سلطان بودن که اینگونه متاسفانه جانشون رو از دست دادن برای به دست آوردن آزادی. آیا ما فرزندان خدا، ما مسیحی ها باید دعا کنیم خدایا این دولت جمهوری اسلامی رو حکمت بده که بیشتر به ملت ایران ظلم کنه، و یا نه ما باید دعا کنیم که در نام عیسی مسیح نظام دولت جمهوری اسلامی سرنگون باد؟
چرا که هرگز ما فرزندان خدا نمیتونیم برای سرطانی که در بدن یک شخص مریض سرطانی هست دعا کنیم. یعنی ما نمیایم دعا کنیم برای اون قده سرطانی که توی وجود اون بدن هست، چرا که قده اون، هرچند اون قده قسمتی از بدن اون شخص مریض هست، اما ما برای اون که دعا نمیکنیم. ما دعا میکنیم در نام عیسی مسیح، خدایا این قده سرطانی رو از بدن اون شخص مریض بردار. امروز من و تو هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردیم، میباید متحد بشیم با هم دیگه، چون که دعای من و تو قدرت درش هست در نام مسیح. دعا کنیم که خداوند این نظام دولت جمهوری اسلامی رو تو سرنگون کن، طریقش دست خدا باشه. هرگز نمیخوایم صحبت از یک تشکیلاتی بکنیم که بگیم حالا ما مبارزات سیاسی خواهیم کرد. مبارزات سیاسی ما همین دعا هستش، اما حداقل این دعا رو بکنیم، خودمون رو محدود نکنیم، هوشیار باشیم، به همگه بلا فاصله مارک سیاسی نزنیم. اگر میگیم ما دولت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، اگر میخواستیم مسلما بیرون از این کشور چه کار میکردیم؟ چرا از ایران اومدیم بیرون؟ کلیساهای ایران رو بستن، کشیشها رو اعدام کردن، خیلیاشون رو در پنهان نیز کشتن، به قتل رسوندن. آیا فکر میکنید هنوز جایزه ما برای دولت جمهوری اسلامی دعا کنیم که حکمت داشته باشه؟ هرگز، هاشا، کلام خدا این رو نمیخواد. ما برای شخصی که دیو زده هست، برای دیوش که دعا نمیکنیم که اون دیو در اون بدن بمونه خوش باشه، ما دعا میکنیم در نام عیسی مسیح اون دیو بره بیرون. حالا باید دعا کنیم در نام عیسی مسیح دیو نظام دولت جمهوری اسلامی از کشور ما بره بیرون. حالا خود رهبر خامنه ای هستش و هر شخصیتی که به طور سلسله مراتب به هم وصل هستن. از شما عزیزان خواهش میکنم برای این موضوع دعا کنید، چرا که میخوام خداوند با قلب تو هموطن عزیزم در هر سمت خدمتی که هستی، به عنوان کشیش هستی، به عنوان خادم کلیسا هستی، به عنوان یک نویمان هستی، دعا کن. اگر خدا با قلبت صحبت میکنه روی فیسبوک حداقل بنویسید سرنگون باد نظام دولت جمهوری اسلامی در نام عیسی مسیح، آمین. و این اتحاد رو نیز با همدیگه داشته باشیم تا با فیض خداوند کشور آزاد داشته باشیم، نه تنها برای ما فرزندان خدا مسیحا، بلکه برای دیگر باورمندان نیز آن را داشته باشیم. در مزمور 82 نیز اعلام میکنه آیه 2 به بعد، میگه تا به کی به بی انصافی داوری خواهید کرد و شریران را طرفداری خواهید نمود؟ فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید، مظلومان و مسکینان را انصاف دهید، مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را از دست شریران خلاصی دهید. این ضرورتی است که کلام خدا داره به ما اعلام میکنه و این نیز مسئولیت ما هست. هموطن عزیزم، در هر باور و هر اندیشه‌ای هستی، خواهش میکنم با ما متحد بشید و در نام عیسی مسیح سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو از خدای زنده بطلبیم، تا به اون آزادی که خدا در نظر داره نیز همه ما برسیم.